خودم برم و دلجویی بکنم از اون و بهش یادآوری بکنم که نه براش هستم. در اینجا توی دلیل قهرم اون حالت شکسته شدن و احتیاج به دلجویی داشتن، یکی منو درک بکنه، حرف منو بفهمه تا بتونم از این قهرم بیام بیرون. خب پس گفتگو کردن کمک میکنه در این خیلی. داستان کلا گفتگو کردن کمک میکنه بله. چرا بلایچ میدونین چرا؟ برای اینکه یک تفاوتی که خب ما قاعدتا با بقیه حیوانات داریم کلمات گفتگو کردنه و قاعدتا باید استفاده کنیم ازش. درست. چون در فضای گفتگو نکردن اشخاص تصورات خودشون رو میکنن و اگر ما اطلاعات واقعی درون خودمون رو به اونها ندیم، اجازه میدیم به اونها که هر چی تصور داشتن و برای خودشون به وجود اومده تو ذهنیت اونها به واقعیت به پیونده. و اگر من دلم میخواد که یارم، دوستم، همکارم، مادرم، فرزندم، هر کدوم خودشون من رو بفهمن، خودشون بفهمن با اینکه من سکوت دارم میکنم تو ذهن من چیه، تو قلب من چیه، چه احساسی دارم، چه نیتی دارم، معمولا میتونم بگم 80% مواقع اونها اشتباه خواهند کرد. درست. در اینجا من هم اینجا باید یک مسئول این بشم که درون من چه میگذره و مسئول این بشم که به اونها بگم چه اتفاقی برای من میفته. بله. وگرنه میتونم بگم حتما اونها اشتباه خواهند کرد. اوکی. خب یک دلیل دیگه هم بگم. بله. یک دلیل دیگه هم که قهر معمولا استفاده میشه، اولی عصبانی بود. بله. دومی دلخوری بود. بله. که تو مرد و زن ها فرق میکرد و دلیل بعدی فرق میکرد که یعنی که حالتاش فرق میکنه که چجوری پیش میاد، یعنی چجوری میشن بعدش. بله. اون تو غار درون خودش میره، اون حالتی که ناراحتی و دلسوزی و گناه داشتم. بله. و چرا این کار رو من کرد. بله. البته اونم فرهنگیه، بعضی موقع ها میبینیم که برای هر دو عین همه و هر دو هم عین هم اصرار میکنن، فقط آقایون خیلی موقع در بسیاری از فرهنگ ها بهشون یاد داده نشده که توی مثل این که مثلا درد خودشون بنشینن، تو عصبانیت راحت‌تر میرن آقایون. برای اینکه اجازه داده شده در اغلب فرهنگ ها اگر مرد عصبانی بشه قدرته، اگر خانوم عصبانی بشه کلی بهش کلمات عجیب غریبی بهش نصب میکنن. حالا سومین دلیل و بالعکس، مثلا اگر مرد قاعدتا گریه بکنه یا بترسه یا دلخور بشه، اون وقت بهش میگن که مثلا تو ضعیفی و باز به اون یک سری چیزها نسارش میکنن، در حالی که خانومی که گریه بکنه و بره توی جایی که مظلومانه باشه یه مقدار بیشتر قبول میشه در فرهنگ های مخصوصا شرقی. فهمید. که خب وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم بیشتر میتونم بگم اون حالتو داره، ولی نه به اینی که حتما مرد و زن مدل مختلفی راجع به این مسئله فکر میکنن. فهمیدم. دلیل سوم به عنوان حربه استفاده میشه. قهر. قهر به عنوان یک وسیله استفاده میشه برای اینه که مثلا من میگم که من میخوام برم خونه ی خالم، اون شخص میگه نه من نمیخوام بیام، منم خب قهر میکنم تا به تو نشون بدم که باید بیای که اون چیزی رو که من میگم باید اتفاق بیفته، یا من فلان مسئله رو میخوام بخرم تو میگی نه نمیتونی بخری و منم عصبانی میشم و قهر میکنم. ولی اون عصبانی شدنه بیشتر یعنی قهره داره استفاده میشه برای اینی که اگه تو اون چیزی رو که میخوام من میخوام به من نمیدی. بله. پس منم از تو یه چیزی رو نگه میدارم. دوسته. حالا توجه رو نگه میدارم، عشقمو نگه میدارم، مهرمو نگه میدارم، روابط جنسیمونو نگه میدارم، یه چیزی رو بالاخره نگه میدارم. این آخریه رو خیلی استفاده میکنن. بله این آخریه استفاده زیاد میشه. پس برای حربه ای هست برای قدرت نمایی. حربه ای هست برای قدرت نمایی، برای اینکه حرف خودم رو به کرسی بنشونم، برای اینکه اون چیزی رو که دلم میخواد بگیرم. و اینم راه سومی. حالا ممکنه راههای بسیار زیادی باشه که از کسانی که شما قاعدتاً گزارش گرفتی هم ممکنه بیشتر. پس بریم سراغ شقایق در سطح شهر لس آنجلس و ببینیم که چه موضوعاتی برای ما داره. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه جاودان شو. شقایق هستم، در سطح شهر هستیم، میریم به سراغ هموطنان عزیزمون و سوال امروز برنامه رو بپرسیم. سوال امروز ما هست در مورد قهر. چرا ماها قهر میکنیم؟ چقدر این قهرامون طول میکشه؟ آیا برای جلوگیری کردن از این قهرها چه باید کرد؟ و ببینیم که هموطنانمون چی فکر میکنن.
یه مصاحبه خیلی عجیب داریم، البته از این به بعد خیلی هم عجیب نیست. با آقای برخورد کردیم که دوست دارن صحبت کنن ولی نمیخوان که تصویرش رو مشخص بشه. از قرار ما ایرونی ها زیادی دوست نداریم جلوی تلویزیون بیایم و صورتمون رو تصویر دیده بشه. میخوایم بریم و سوالمون رو از ایشون بپرسیم و ببینیم که نظر ایشون راجع به قهر کردن چی هستش. آقا میخواستم از شما سوال بکنم ببینم که آیا تا حالا با پارتنرتون قهر کردین؟ والا قهر کردن به نظر من یه چیز خیلی بدی است. یعنی میدونین اگرم آدم قهر میکنه باید زودی آشتی کنه. قهر کردن به نظر من این نشون دهنده خشمه که با طرف میخواد به اصطلاح دیگه خشمشو بیان نکنه، ولی اندرون هم خودش داره زجر میکشه هم به دیگری هم داره زجر میده. در صورتی که اگر بشینن با هم دیگه بحث کنن، صحبت بکنن، حالا یکم هم مثلا صداشون هم بلند بشه ولی درد دلشون رو بگن با هم دیگه، به نظر من این بهتره تا اینکه قهر کنن، چون قهر خودش یه خشم دیگه. بله. شما تا حالا پیش اومده براتون که با همسرتون قهر کرده باشین؟ هزار بار. چقدر طول کشیده این قهر رو؟ والا بستگی داره من قهر کرده باشم یا ایشون، فرقی نمی کنه. اگر ایشون قهر بکنه خیلی سالها ممکنه طول بکشه، اما اگه من قهر کنم یه روز دو روز. اگه حتی وقتی ایشون قهر میکنه ایش وقت شده که شما بخواییم پاجلو بذاریم و بخواییم که با هم دیگه صحبت بکنیم؟ اوه خیلی خیلی. آیا شده بعد از اینکه صحبت کردیم به نتیجه نرسیدین بازم قهر بکنین و دعوا بکنین؟ نه من نه. من وقتی که ببینم خیلی داره قهر میکنه و داره طولانی میشه، خب یه کادوی میخرم براش یا یه رستوران میبرمش، یه چیزی که اونو به اصطلاح چیزش کنه، به اصطلاح سورپرایزش میکنم. شاید به این طریق نتیجه گرفتم در این مورد. خب بیشتر پس این دعواها و این قهرها از طرف خانومتون هستش؟ از طرف بر کیس من؟ بله، اصولا در همه جا همینجوریه. شما ناز خانومتون رو خیلی میکنید؟ والا قهر بکنه آره. از قرار امروز شانسمون خیلی خوبه، باز دوباره به یک شخص دیگه برخورد کردیم که ایشون هم نمیخوان که تصویرشون دیده بشه. حالا میخوایم بریم و سوالمون رو امروز از ایشون بپرسیم. میخوام ببینم که شما با پارتنرتون هیچ وقت قهر کردین؟ زیاد. بله 100%. خب این قراراتون ها چقدر طولانیه؟ خب بستگی داره چقدر موضوع جدی بوده یا چقدر سرسری بوده. بعدم خب اوایل ازدواج یه خورده آدم لوستر قرار طولانی تر میشه، یواش یواش که میگذره. بعد دیگه نه، خود به خود همون وقت تموم میشه میره پی کارش دیگه. معمولا سعی میکنم کوتاهش کنم و قهر بچه گونه است. من فکر میکنم آدم نباید هیچ وقت قهر کنه تا زمانی که بتونه صحبت کنه. تا حالا شده که با پارتنرتون قهر بکنین و خودتون بخواین قدم بذارین جلو برای آشتی؟ همیشه. اگه دوستش داشته باشی 100% همیشه خانوما این کارو خواهند کرد. ایشون چطور؟ نه هیچ وقت. تا حالا شده بعد از اینکه با هم دیگه آشتی میکنین توی این صحبت کردن ها دوباره دعوا بشه و بخواین که دوباره با هم دیگه قهر بکنین؟ خب معمولا جر و بحث میشه دیگه بعدش قاعدتا، چون هر کدوم میخواد اون طرف رو متقاعد کنه که حق با من بوده. ولی خب چون معمولا آقایون حاضر نیستن قبول کنن که هیچ وقت حق باهاشون نبوده، پس بحثا همیشه بی نتیجه میمونه. لذا بنده مجبور میشم برم پی کنم میگم خیلی خوب آقا همیشه حق با شماست، این دفعه هم مثل همیشه حق با شما. سعی میکنی حل کنی اگر که بشه که خب چرا که نه، ولی اگر نشد من شخصا آدمی هم که خیلی کوایت، فقط اگنورینگ. ولی تا حالا شده که توی این بحثاتون که قهر کردیم با هم دیگه باز دوباره با کامیونیکیشن و صحبت کردن به نتیجه برسیم؟ آره خب خیلی وقت داد، دوتا آدم عاقل و بالغ و بالاخره پدر مادریم دیگه. ما الان دیگه یه پسر 20 ساله داریم، یه دختر 11 ساله، قاعدتا 23 سال هم از ازدواج کردیم بعد از این همه سال، قاعدتا دیگه میفهمیم دیگه همدیگه رو.